این روزا در شرایط حساسی قرار داریم و رژیم جمهوری اسلامی خشمگین هست از اینکه میبینه مردم روز به روز خشمگین‌تر و بر علیه او در خیابون‌ها هستند و قصد سرنگونی اون رو دارند. از راه‌های مختلف میخواد تفرقه ایجاد کنه بین کسانی که در تظاهرات هستند، کسانی که دارن مبارزه میکنند بر علیه رژیم خونخوار جمهوری اسلامی. از راه‌های مختلف میخواد با تفرقه این انسجام فعلی رو از بین ببره، چون تاکنون تونسته در طول این 43 سالی که مردم هرگاه بر علیه جمهوری اسلامی شروع به خیزش کردند، با تفرقه و راه‌های مختلف، با بمب‌گذاری در حرم امام رضا، در جاهای مختلف، با تفرقه افکنی، با هزاران کلک تونسته تا الان حکومت کنه. آخرینش بود در شیراز بود که همه فهمیدند و لو رفت. خودش هم گفت اینها دشمنان ما بودند، در حالی که از طرف خودشون بودند و از کسانی بودند که بیعت کننده با علی خامنه ای هستند. مجتبی خامنه ای یکی از طراحان شیراز بود که بتونه تظاهرات و خیزش مردم رو در گلو خفه کنه، اما موفق نشد. به هر حال اینا دست بر نمی دارند، راه‌های مختلفی دارند که بتونن خودشون رو نجات بدن. در خارج از کشور چون همه منسجم شدند، حرکت میلیونی که در کانادا، آلمان و جاهای مختلف جهان ایرانیان برگزار کردند و جهان رو آگاه کردند از ظلم جمهوری اسلامی. دیروز پریروز بود که آخوندی رو از آلمان اخراج کردند و آلمان و ایران الان استکاک دارند و یکی از راه‌ها این هست در خارج از کشور چون صدای مردم داخل هستند، اونجا بتونه آدم‌هایی که فعالیت می‌کنند اونها رو خراب کنه، بین شون جنگ درست کنه و نیروهاش رو در آلمان، انگلستان، امریکا، تمام جهان و اخیراً در استرالیا دو تا حرکت انجام داده از طریق اینکه با لباس دوست میگن دوستی دوستی بکن پوستی. این یک ضرب المثل، یعنی بیا دوست بشو ولی پوستش رو بکن. رژیم جمهوری اسلامی داره از همین راه وارد میشه. وقتی که گوگوش در استرالیا در سیدنی برنامه میذاره، سخنرانی میکنه، درباره رژیم خونخوار صحبت میکنه، 15-16 هزار دلار داده بیلبورد برای تبلیغات بر علیه جمهوری اسلامی، با این سن و سال در سن بالای 70 که صداش حتی معلومه که خسته است و حرف زدنش مشخصه که دیگر توان گذشته رو نداره، با این همه میاد سخنرانی میکنه، بر علیه رژیم صحبت میکنه و عده‌ای از کسانی که در خارج از ایران طرفدار جمهوری اسلامی هستند در قالب دوست میان بین جمعیت و با شعارهای ضد اینکه این موسیقی الان جاش نیست، حالا اگه موسیقی هم هست موسیقی برایه رو میخوندن، شعارهای بر علیه جمهوری اسلامی است و این تجمع به خاطر محبوبیت گوگوش بود، ولی جمهوری اسلامی آمد و به هم زد با صحبتهایی که بر علیه گوگوش کرد، سعی کرد تفرقه بندازه و حکومت کنه. اینا همه ضرب المثل ها بر اساس تجربیات گذشتگان ما هست، همش درسته. تفرقه بنداز، حکومت کن. گوش صحبت کرد، سخنرانی کرد، در منطور رفت صحبت کرد. جمهوری اسلامی کم کم فهمید داره رشد میکنه این جنبش در خارج از کشور، داره به گونه های مختلف میخواد تفرقه بندازه. حواستون جمع باشه. و معلومه جمهوری اسلامی دوست نداره کسی بیاد این حرفها رو بزنه، مردم رو تحریک کنه، مردم رو انرژی بهشون بده، مردم رو قوی کنه، مردم رو با شور و حال بکشونه به خیابونا و در نتیجه مردم داخل ایران هم تأثیر میذاره و بیشتر به خیابونها میان، مبارزه رو ادامه میدن و این به نفع جمهوری اسلامی نیست. پس حواستون جمع باشه که حتی گوگوش با مصاحبه کرد با اینترنشنال، مصاحبه کرد با منتو، با تلویزیونها، سخنان بسیار خوبی بیاد جان باختگان خیزش انقلابی مردم گفت و گفت امروز دیگر هیچ جوان ایرانی از دشخیمان این حکومت ضد ایرانی ترس و واهمه نداره و از خون خواهران و برادران خودش نمیگذره. این حرفا حرفای نیست که جمهوری اسلامی خوشش بیاد. پس چیکار میکنه؟ عده‌ای رو بهشون پول میده، اینها میان به عنوان مخالف، حتی مخالف جمهوری اسلامی، بین جمعیت شروع میکنن به شعار دادن. 100 تا 200 تا 300 تا میان پخش میشن در جاهای مختلف، مردم رو چون خبرگزار
خبری ها هم پخش میکنه و الان خود سپاه پاسداران که دست نشانده های خودش رو در این گرد همایی فرستاده بود سریع خبرش رو زد. خبرگزاری تسنیم که مال سپاه هست ایادی خودش رو فرستاده بود سریعا خبرش رو هم زد که بتونه تفرقه رو بندازه. گوش شرکت در تجمع ایرانیان در سیدنی و فراخوان دادنش سخنرانی کرد و هزینه 28 بیلبورد رو به ارزش 15,000 دلار در سطح سیدنی رو از پول خودش داد تا بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه بشه. دیکتاتور جمهوری اسلامی سعی میکنه مردم رو به گونه های مختلف به هم بندازه. حواستون جمع کنید. بقیه نباید حمایت کنند، باید سریع کسانی که به این شکل شروع میکنن تخریب میکنند اونها رو از جمع بیرون کنند و بر علیهشون اقدام کنند. گوگوش همیشه در همه صحنه هایی که حضور داشته همیشه حمایت خودش رو از مردم ایران اعلام کرد و برای رساندن صدای اونها از هیچ کاری هم دریغ نکرده. باید سعی کنیم متحد باشیم، این مسائلی رو که ایجاد میکنند رو کنار بزنیم و در شب آوازم دیدیم که پلیلیست خودش رو به کلی تغییر داد. از ترانه‌های ریتمیک و شاد رو نگذاشت در مراسم تریبون گوگوش. کنسرت‌هاش طوری میخواد باشه که مردم راضی باشند که میآیند. وقتی میتونه با تریبونی که ایجاد میکنه با اعلام کنسرتی که فریاد صدای آزادی مردم رو پخش میکنه میتونه استفاده کنه و مردم رو بر علیه رژیم جمهوری اسلامی بشوراند و اونها رو به خیابونها بکشه. سعی کنی در دام سپاه پاسداران و طرفداران جمهوری اسلامی صدای مردم رو خفه نکنند. جمهوری اسلامی آدماشو فرستاده و این مراسم رو به هم هر طور که میتونه این خیزش و این انقلاب رو خاموش کنه. در دام جمهوری اسلامی نیفتید. حالا به گوشه ای که جمهوری اسلامی طراحی کرده و تا گوگوش رو از میدون بدر کنه ببینید. امیدوارم مردم به هوش باشند و تمام نقشه های جمهوری اسلامی رو در تمام جهان به هم بریزند و سعی نکنند در دامشون بیفتند و خیزش خاموش بشه و اگر خاموش بشه به ضرر همه هست. با استقبال ازش حمایت کنیم تا جمعمون زیاد بشه، اینها رو از ایران یعنی جمهوری اسلامی رو از ایران بیرون بندازیم. تا برنامه بعدی، بدرود.